سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. در این ویدیو میخوایم در مورد کمبود ویتامین B12 باهاتون صحبت کنیم، پس ما رو تا آخر این ویدیو همراهی کنید. ویتامین B12 همانند ویتامین های دیگر گروه B محلول در آب است. این موضوع بدین معنی است که این ویتامین در آب حل میشود و به درون شریان های خونی روانه میشود. بدن انسان می تواند این ویتامین را برای حداکثر 4 سال ذخیره کند. مقدار اضافی ویتامین B12 از طریق ادرار دفع می شود. ویتامین B12 بزرگترین و پیچیده‌ترین ساختار را در بین ویتامین ها دارد. این ویتامین به صورت طبیعی در محصولات گوشتی یافت می شود. ویتامین B12 یک ویتامین حساس و مهم برای بدن است و وظیفه آن همانند اسید فولیک شرکت در همانندسازی ژن‌های هسته سلول می باشد. تکثیر سلول‌ها در بافت عصبی و دستگاه گوارش و مغز استخوان به خاطر حضور این ویتامین می باشد. این ویتامین در تولید سلول‌های قرمز خون نقش داشته و برای ساخت و تثبیت DNA کمک کننده است. عملکرد بدن انسان میلیون‌ها سلول قرمز را در هر دقیقه تولید می کند. این سلول ها بدون ویتامین B12 تکثیر نمی شوند. تولید سلول های قرمز خون در صورت کمبود ویتامین B12 کاهش می یابد. کمخونی زمانی اتفاق می افتد که سلول های قرمز خون کاهش می یابد. حالا می خواهیم براتون چند نمونه از نقش ویتامین B12 در سلامت بدن رو بگیم. 1. ویتامین B12 به پیشگیری و درمان کمخونی کمک می کند. به طور کلی ساخت و بازسازی سلول های قرمز خون نیاز حتمی به ویتامین B12 دارد. 2. این ویتامین به رشد کودکان کمک می کند و باعث افزایش نیروی بدن می شود. 3. تقویت قلب از مهمترین خواص ویتامین B12 در بدن است. 4. درمان نازایی، آسم، سردرد های میگرن و افسردگی. 5. ویتامین B12 به همراه اسید فولیک نقش بسزایی در تولید لوله عصبی جنین و پیشگیری از نقایص مادرزادی جنین دارد. 6. افزایش تراکم استخوانی و پیشگیری از شکستگی استخوان و پوکی استخوان. 7. ویتامین B12 برای سلامت اعصاب مؤثر است و مصرف مقادیر کافی آن در تقویت حافظه، تعادل و تمرکز مؤثر است. 8. کمک به جذب بهتر چربی‌ها، پروتئین و مواد نشاسته ای از خواص ویتامین B12 است. این ویتامین برای تولید DNA، RNA ضروری است و در عملکرد برخی آنزیم های خاص که موجب سوخت و ساز کربوهیدرات و کنترل چربی می شود نقش دارد. 9. یکی از مهمترین فواید ویتامین B12 توانایی آن در تسریع فعالیت های متابولیک و بالا بردن سطح انرژی افراد است. 10. بهبود بیماری های خونی و صدمات مغزی از فواید ویتامین B12 در درمان بیماری هاست. حالا با همدیگه علائم کمبود ویتامین B12 را بررسی می کنیم. احساس خستگی. یکی از علائم کمبود ویتامین B12 این است که بدن احساس خستگی می کند. احساس سوزن شدن. یکی از علائم کمبود ویتامین B12 بیماری نوروپاتی محیطی است. نوروپاتی محیطی اختلاف در اعصاب است که از مغز و تناب نخاعی سرچشمه می گیرد. فشار خون پایین. در صورت عدم وجود ویتامین B12 کافی، بدن شما نمی تواند سلول های قرمز خون را به اندازه کافی تولید کند. این یعنی شما در معرض خطر داشتن فشار خون پایین هستید. کمکاری تیروئید. تیروئید برای حفظ عملکرد صحیح خود در بدن نیاز به چندین ماده دارد که یکی از آنها ویتامین B12 است. در صورت عدم وجود B12 در بدن، قدرت تیروئید به اندازه کافی هورمون تولید نمی کند و در نتیجه کمکاری تیروئید به وجود می آید. نشانه های کمبود ویتامین B12: ناباروری و سقط جنین. یکی از علائم کمبود ویتامین B12 ناباروری و همچنین سقط‌های جنین مکرر است. محققان می‌گویند که کمبود ویتامین B12 باعث تغییراتی در تخمک‌گذاری زنان می‌شود. مشکلات حافظه. سطح پایین ویتامین B12 در بدن شما می‌تواند ابتلا به بیماری زوال عقل را بالا ببرد. ممکن است کارهای غیر معمول انجام دهید، مثلا کلیدهایتان را در یخچال قرار داده یا بسیاری از مسائل پیش پا افتاده روزمره را فراموش کنید. سرگیجه. احساس سرگیجه از دیگر نشانه های علائم کمبود ویتامین B12 است.
زمانی که ویتامین B12 به میزان کافی در بدن نباشد، کاهش اکسیژن در اندام‌ها را شاهد خواهیم بود. کمبود اکسیژن نیز می‌تواند سرگیجه، خستگی و احساس کسالت را به همراه داشته باشد. تأثیرات کمبود ویتامین B12: کاهش کیفیت پوست. کمبود ویتامین‌ها به خصوص علائم کمبود ویتامین B12 مشکلات بسیاری را برای پوست به وجود خواهند آورد. در صورتی که صورت شما رنگ شادابی نداشت، به علائم کمبود ویتامین B12 شک کنید. اضطراب. کمبود این ویتامین میتواند اضطراب و احتمالاً ابتلا به افسردگی را افزایش دهد. این ویتامین در سنتز مواد شیمیایی مغز دخیل است که به تنظیم خلق و خوی انسان بسیار کمک میکند. دوبینی. سطح پایین ویتامین B12 در طول زمان آسیب‌های جدی بر بینایی خواهد داشت. دوبینی یا تار دیدن یا حتی حساسیت به نور که در گذشته زمان از دست دادن بینایی را به همراه دارد از عوارض کمبود ویتامین B12 است. چه افرادی در معرض خطر ویتامین B12 هستند؟ بیماری‌های التهابی روده، جراحی لاغری و کاهش وزن و نوشیدن مقادیر زیادی نوشیدنی‌های الکلی می‌توانند مانع توانایی فرد برای جذب مواد مغذی مورد نیاز بدن از جمله ویتامین B12 شود. افراد سالمند مشکلات بیشتری در جذب مواد مغذی دارند و بیشتر دچار کمبود ویتامین B12 می‌شوند. کودکان هم ممکن است دچار کمبود ویتامین B12 شوند. در نوزادان کمبود B12 جدی است و می‌تواند علائم مانند کمخونی، مشکلات حرکتی و مشکل در مراحل رشد را به وجود بیاورد که می‌تواند خطرناک باشد. کمبود ویتامین B12 در کودکان به ندرت دیده می شود، اما در کودکانی که مادرشان در دوره بارداری محصولات حیوانی به اندازه کافی مصرف نکردند یا مادران شیردهی که گیاهخوار هستند دیده می شود. مصرف مکمل های B12 در مادران و همچنین غذاهای غنی شده با B12 در دوران بارداری و شیردهی می تواند مفید باشد. راهکارهای درمان کمبود ویتامین B12. راهکارهای درمان کمبود ویتامین B12 با توجه به علت ابتلا به این کمبود متفاوتند. از جمله معمولترین این راهکارها عبارتند از تجویز آمپول، مصرف مکمل، اصلاح رژیم غذایی و درمان بیماری‌های زمینه‌ای نظیر بیماری کرون یا سلیاک. هر یک از راهکارهای درمانی باید طبق دستور پزشک اجرا شود. برای درمان کمبود ویتامین B12 میتوان طبق تشخیص پزشک برای یک دوره 3 تا 6 ماهه از مکمل‌های خوراکی ویتامین B12، اسپری بینی ویتامین B12 یا ویتامین B12 تزریقی استفاده کرد. منابع طبیعی ویتامین B12 کدامند؟ بعضی از مواد غنی ویتامین B12 شامل انواع ماهی‌ها، گوشت قرمز، گوشت ماکیان و تخم مرغ، محصولات لبنی همچون شیر، ماست، غلات و حبوبات غنی شده با این ویتامین. عموماً برای تامین نیاز بدن به ویتامین B12 استفاده از مواد طبیعی بهتر است، اما پزشکان بعضی از اوقات خوراکی‌های غنی شده و مکمل‌های این ویتامین را برای افراد بالای 50 سال تجویز می‌کنند. هرچی سن شما بیشتر می‌شود، جذب ویتامین B12 برای بدن سخت‌تر می‌شود. عوارض قرص و آمپول ویتامین B12. آلرژی به ویتامین B12. افرادی که به ویتامین B12 آلرژی دارند باید از مصرف مکمل‌های ویتامین B12 خودداری نمایند. این آلرژی به صورت ورم، سوزش و خارش پوست خود را نشان می‌دهد. عوارض جانبی ویتامین B12. مصرف این ویتامین در مقادیر عادی اغلب بی‌خطر و بی‌عوارض است. مصرف مقادیر بالای این ویتامین می‌تواند باعث جوش صورت شود. تداخلات دارویی ویتامین B12. داروهای درمان رفلکس معده، دیابت و سایر بیماری‌ها جذب ویتامین B12 را برای بدن سخت‌تر می‌کند. در آخر باید بگیم برخلاف ویتامین‌هایی که محلول در چربی هستند و ممکن است در بدن انباشته شده و عوارض جانبی داشته باشند، B12 به دلیلی که محلول در آب است فقط به اندازه نیاز به بدن جذب می‌شود و مقادیر اضافه آن به همراه ادرار دفع می‌شود. این برای کسانی که می‌خواهند ذخایر بدنشان را از این ویتامین پر کنند ولی نگران مصرف زیاد آن هستند خبر خوبی است. اما دقت کنید که اگر در یک وعده مقدار زیادی ویتامین B12 مصرف کنید، مبتلا به بیرون روی و خارش خواهید شد. اگر پزشک مکمل دارویی برای شما تجویز کرده، حتما برچسب روی دارو را مطالعه کنید و فقط به مقداری که پزشکتان توصیه کرده مصرف کنید.
خیلی ممنون که با فارسینت همراه بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.